به جز یک جواب بقیه پاسخها اشتباه بود. فرق بین دانش و علم رو پرسیده بودم. خودت الان فکر کن، منم الان میخوام جوابشو بهت بگم. فرق بین دانش و علم چیه؟ ببین، ما یه بحثی داریم، دانش، اطلاعات، داده ها، معلومات، چیزهایی که ممکنه شناخت، ممکنه توی یه کتابی بخونی، ممکنه از یه کسی بشنوی، نتیجه یک تحقیقی باشه، اینا میشه دانش. ممکنه ما آدم های بادانشی باشیم، آره، اطلاعات زیادی ممکنه داشته باشیم، مثل دانش آموزایی که ممکنه تربیت بکنیم، بچه های بادانشی تربیت میکنیم، اما ممکنه و یا به احتمال خیلی زیاد میتونم بگم علمی نیستیم. علتش چیه؟ یک مفهومی داریم تحت عنوان ساینس یا علم که یه چیزی حدود 100 سال 200 سال پیش این کلمه ابداع شده و معادلش توی فارسی به اشتباه در واقع شده علم. فکر نکنید این علم تازه 100 سال 200 سال پیش اومده ها، این از مثلا تو اشعار قدیمی ما که علم هست. ساینس معادل اشتباهی داره در فارسی و شده علم، به خاطر همینه که تعریف درست و خوبی نتونستیم ازش داشته باشیم. حالا علم چیه؟ میخوام بهتون بگم که شما برای به دست آوردن اطلاعات از روش های مختلفی استفاده میکنید. مثل چی؟ استاد فلانی گفته، همکارم اینجوری گفته، مدیرم اینجوری گفته، اینا اطلاعاتی که شما به دست میارید، والدین اینجوری خواستن، اینا دانسته های شماست، دانش شماست، اما علمی نیست. فلان کتاب گفته، علمی نیست. کی علمی میشه و من کی میتونم یک معلم علمی باشم برای اینکه بتونم توی کلاس کار درستی رو انجام بدم؟ آدم ها برای به دست آوردن اطلاعات و شناخت دنیا، شناخت جهان اطرافشون، از روش های مختلفی استفاده میکنن. منتها کسی که از یه روش فقط بلد اطلاعات کسب کنه، کسی که میگه هرچی یوسفی بگه درسته، مثل چکشی میمونه که همه رو میخ میبینه، چون فقط یه روش بلده. آقا فقط یوسفی، فقط استاد فلانی، فقط کتاب فلانی، و هرچی بهش میگی میگه استاد فلانی گفته، هرچی بهش میگی میگه همکارم گفته. و یه مدل بدتر از اون هم وجود داره که جلوتر میخوام بهش بپردازم. یعنی یه چیزای اینجوریه که برون سپاری میشه فلانی چون گفته، یه چیزایی درون سپاری میشه که اون بدتره. حالا که من قبلا هم راجع به این موضوع صحبت کردم، اگر که پیج رو دقیق دنبال بکنید من راجع به این مطالب مفصل صحبت کردم. خب، و اکثر آدم ها از روش درون نگری استفاده میکنن. چرا؟ الان مثال بزنم براتون چرا این اتفاق میفته. مثلا من به شما میگم که ببخشید چرا از این نوع املا استفاده میکنید، یه ذره فکر میکنی، بعد میگی برای اینکه حافظه دیداریشون تقویت بشه. یا میگم چرا پایان هفته تکلیف میدی، یه ذره فکر میکنی برای اینکه یک مروری براشون اتفاق بیفته. یا همین چند وقت پیش از یه همکار پرسیدم چرا باید تابستون بچه ها تمرین ریاضی داشته باشن، یه ذره فکر کرد و بعد برای من پاسخ داد که باید مرور کنن، به هر حال میخواد سال تحصیلی شروع بشه، باید یه مروری رو. ببین اینا همه دلیل هاییه که شما از درون خودتون میسازید. میدونید چرا این کارو میکنید؟ اصلا تقصیر شما نیست، شما مقصر نیستید. چرا؟ چون کامنت ها رو باز میکنم که اگر که نظری دارید بگید. میخوام بهتون بگم که در واقع ذهن انسان کلن دوست داره که بره به سمت راحتی، بره به سمت سادگی، همه چی آروم، همه چی راحت، دوست داریم اینطوری باشه. به خاطر همینه که وقتی به یه چالشی میخوریم، استاد فلانی به این چالش خوردم، لطفاً به من بگو که چی کار باید بکنم. وقتی تو کلاسمون یه مشکلی برمیخوریم، سریع میخوایم جوابش رو پیدا کنیم. و گاهی اوقات وقتی نمیتونیم حتی از این منابع هم استفاده کنیم، مرحله بعدی چیه؟ که گاهی اوقات که بیشتر مواقع این اتفاق میفته، وقتی نمیتونیم از این موارد استفاده کنیم، کار بعدی درون نگریه. دلیل می سازیم.
خودمون برای خودمون از درون دلیل تولید میکنیم. این هم مشکل بعدیمون. چرا؟ چون ذهن ما به طور کلی اینطوریه که دوست داره خیلی راحت همه چیز رو بشناسه، جهان رو ساده کنیم براش، فرموله کنیم، بگیم ببین قاعده این اینجوریه، این کارو بکن اون نتیجه حاصل میشه. بعد بگیم آخش فهمیدم چی کار باید بکنم. ببین دانش آموزهایی که توی خواندن مشکل دارن، این کارو بکن نتیجه، آخش فهمیدم راهشو، راحت شدم. ذهن ما دوست داره این رو که فرموله کنه همه چیو، دوست داره بهش بگن از تهران اگر میخوای بری شیراز مسیر اینه، صاف برو. دیگه دوست نداره که بره نقشه بهش بدن بگه خب اینجا باید برم جلو، اینجا باید بپیچم، بدش میاد، اذیت میشه. این ساختار مغزه. پس شما مقصر نیستید از این بابت که دوست دارید درون نگری کنید و دوست دارید که سریع به جوابها برسید. این از این. خوب دقت کنید راجع به چی دارم صحبت میکنم. و وقتی بهتون میگم اینطوری نیست، کامنت ها بازه ولی هیچ خبری نیست. انشالله که صدا و تصویر منو داشته باشید. نگران شدم که هیچ کسی چی نمیگه، یعنی صدا و تصویر قطع شده. یه فیدبک بگیرم. قطع نشده باشه یه وقتی. خب اوکی. خیالم راحت شد. اوکی. ادامه بدم بس. خب و وقتی من به شما میگم اینطوری نیست، سوال بعدی شما چیه؟ همیشه اینه. یعنی اکثر، همیشه نه، دروغ نگم، اکثر مواقع 95% مواقع سوال بعدیتون اینه. نگاه کنید، وقتی میگم اینطوری نیست، سوال بعدیتون اینه: پس چطوریه؟ چرا؟ میدونید چرا اینجوریه؟ به خاطر همون بحث تعادلیه که بهتون گفتم. چون ذهن شما استراب رو دوست نداره، دوست داره که راحت باشه. استرس میگیری وقتی من تعادلش رو به هم میزنم. دقت کردید؟ اونایی که حالا با من تو دایرکت ها و اینا حالا در تعاملن، من هیچ وقت اطلاعات مستقیم نمیدم، خیلی کم، خیلی کم، خیلی من جایی که دانش لازم داشته باشیم، جایی که علم نیاز داشته باشه، من به هیچ عنوان نظر مستقیم نمیدم، سوال میپرسم. مثلا میگه که بچه ها باید تو 2 هفته پایانی تابستان درساشون رو مرور کنن، من مستقیم نمیگم نه نباید این کارو بکنن، به این دلیل نمیگم، میگم چرا باید مرور کنن. مدیران محترمی که تو لایف هستن، معاونین آموزشی که تو لایف هستن، حواسشون باشه، با معلم ها باید اینطور صحبت کرد تا معلم ها پا به پای ما همراه بشن، بدونن کجا باید بیان، با سوال همراهیشون بکنید. یعنی اگر که میبینی یه کار اشتباهی از نظر تو، تازه از نظر تو داره انجام میشه، مرحله بعدی پرسیدن سواله، نه ارائه مستقیم. بپرس، بگو که به نظرت عذرخواهی میکنم، من باید کامنت ها رو ببندم، ببخشید، بحث اصلا خارج میشه، اصلا حواس خیلی ها نیست به موضوع. چون شما تعادلت که به هم میخوره وقتی من سوال میپرسم، سوال بعدیت اینه که و بعد چجوریه، به من بگو دیگه، بگو منو را، من اینجوری دوست ندارم، فکرم مشغول میشه. و کشف دنیا، اصلا کشف در خیلی از چیزا تو همین شکاک بودنه. مشکل ما اینه که از شک بدمون میاد، مخصوصا توی کار. از شک در علممون خوشمون نمیاد و گاهی اوقات میترسیم. من این قسمتش هم دیدم. یعنی مثلا استاد فلانی حالا گفته یه همچین چیزی، ببخشید استاد چرا؟ اصلا میدونید از کجا ترس ما شروع شد؟ از اون جایی شروع شد که توی دانشگاه وقتی ترم 1 بودیم و به استاد میگفتیم ببخشید استاد چرا اینجوری میشه؟ میشه برام توضیح بدی؟ اخ میکرد بهت، یا مثلا نقد میکرد، میگفتی نه استاد اینجوری فکر نمیکنم باشه، گفت تو میفهمی یا من؟ تو بچه 19 ساله متوجه میشی، 18 ساله متوجه، یا منی که مثلا به اندازه سن تو استادی کردم. از اونجا بود که چرایی های ما رفع شد دیگه، قشنگ حل شد، خیالم راحت شد که نباید چرایی بپرسیم، هر چی میگن اوکیه.
پیدا هم نکردیم خودمون فکر میکنیم، میبینیم یه دوتا کتاب یاد میگیریم، یه دوتا کتاب میخونیم و حل. نه، ماجرا این نیست. تو نمیتونی معلم علمی باشی اگر تا الان اینطوری کار کردی. و به جد عرض میکنم اینو خدمتتون، اگر که جامعه ما به معلمین اعتماد نمیکنه، اگر جامعه ما معلم رو در واقع جایگاهش رو در جایگاه خوبی نمیبینه، اون معلولش اون حقوق است، معلولش دریافتی پایینه، علتش نیست که یه عالمه آدم میان راجع به این صحبت میکنن آقا لباسشون رو پاره میکنن، یقه پاره میکنن، که آره حقوق معلم خیلی کمه. بیا به معلم یاد بده که متخصص بشه مثل اون پزشک و بعد ببین میتونه درآمد خوبی داشته باشه یا نه. وقتی که معلم علمی نیست، پزشک آیا میتونه علمی نباشه و پزشکی کنه؟ آیا میتونه بدون تحقیق و پژوهش، بدون آزمایش، بدون دیدن، بدون بررسی اطلاعاتی که به دست میاره و تحلیلش نسخه‌ای بده؟ ما چجوری بدون تحلیل نسخه میدیم به بچه ها؟ پس ما آدم های علمی نبودیم تا الان. چرا همه از دفتر کلاسی خوششون نمیاد؟ چون کسی براشون نگفته اینها رو. چرا وقتی یک دفتر کلاسی به معلم میگی بنویسم برای چی آخه؟ برای اینکه هیچ کس نگفته علمی بودن یعنی چی؟ که حالا بفهمیم که دفتر کلاسی یک وسیله است برای علمی شدن، نه اینکه یک نسخه ای باشه همینجوری پرش کنیم سیاهش کنیم. نه، اون میتونه در انتهای سال یک مجموعه تحقیق باشه برای شما. آقا من بچه رو از مهر ماه اینجوری تحویل گرفتم، این کارا رو کردم، نتیجه نداد، سال بعد به من نگو این کارو بکن، من اینها ببین 20 تا دانش آموز داشتم، اطلاعات دارم، تحقیق کردم، من با علم بهت ثابت میکنم اینجوری نیست. میتونیم این کارو بکنیم؟ اینجوری میتونیم علمی باشیم. و من ناراحتم از این بابت که، یعنی اگر که یکم گاهی اوقات میبینید اینجوری میشه، به خاطر اینکه واقعا ناراحتم از این که چرا هیچ کس جرأت اینو نداره راجع به این مسائل صحبت کنه، ولی راجع به مهارت آموزی آره یه عالمه آدم میتونن حرف بزنن. یعنی انواع و اقسام مهارت آموزی ها رو به همه یاد میدیم، که تولید محتوای الکترونیک، معلم‌ها باید تولید محتوا داشته باشن، معلم‌ها باید همشون امسال مثلا نرم افزار فلان رو همه یاد بگیرن، ولی معلم ها لازم نیست بدونن چرا دارن این کار رو میکنن. آیا معلم میدونه دقیقاً فرق بین تولید محتوای الکترونیک با کلاس آنلاین چیه؟ اصلا برای چی باید این کار رو بکنه؟ آیا یک تحقیق و مستندی راجع به این وجود داره؟ مگه سال گذشته کرونایی تموم نشد؟ کدوم مدرسه ای تونست یک اطلاعات جمع‌آوری کنه از بازخورد فیلم های آموزشی که تولید کرد برای بچه‌ها؟ به من بازخورد بده، ابتدای سال اینجوری بود، انتهای سال اونجوری شد، موقعی که حضوری بود این شکلی شد، اون شکلی شد، این دوتا رو با هم مقایسه کنه. کدوم مدرسه تو ایران این کار کرده؟ و ما ادعای علمی بودن میکنیم و ما میگیم مدارک خیلی از مدارسمون مونتسوری هن. مونتسوری چیه؟ ما یه چیز دیگه ایم. مثلا مونتسوری کجا؟ مدرسه ما کجا؟ ما علمی بودن رو بلد نیستیم و مدعی این هستیم مدارس مونتسوری داریم. ما علمی بودن رو بلد نیستیم و بعد تعریف میکنیم از اینکه دانش آموزای ما تو سال گذشته بیشتر شده تو مدرسه غیر انتفاعی فلان. اینا حسن نیست، اینا هیچ کدوم حسن نیست. هر موقع علمی بودیم بیا بشین با هم دیگه صحبت میکنیم. خب این از این. پس چجوری علمی باشیم؟ گفتم بهتون چالش ها رو. پس الان یه شناختی از خودمون پیدا کردیم که آقا ما معلم‌های دانشی هستیم یا معلم علمی، ممکن هیچ کدوم از اینا هم نباشیم و هیچ ایرادی به ما وارد نیست. من دارم بهتون میگم کسی الان اینجا مقصر نیست. ما تا پیش از این ممکنه نمیدونستیم و این اتفاقات رو رقم زدیم، حالا داریم یاد میگیریم. امروز قرار راجبش صحبت بکنیم و یاد بگیریم. خب این 20 دقیقه اولیه بود که یه کوچولو دیگه من بهش بپردازم و بریم سراغ درس فارسی. خب باید از روش علمی استفاده کرد. چرا نباید مرور کنن؟ سوال من اینه چرا باید مرور کنن؟ اصلا مرور کردن فایدهش چیه؟ به من بگید. اصلا شما میدونید که چیو باید بچه ها مرور کنن، چیو نباید مرور کنن، چه گروه از درس ها رو باید مرور کنن، چه گروه از درس ها رو نباید مرور کنن؟ همه نه، اکثر معلم ها نه، لایف سیف نمیشه. فکر نمی کنم ربطی به موضوع الان داشته باشه، اینو بعدا میتونیم مثلا توی دایرکت هم بپرسیم. من خواهشی که دارم اینه که الان توی لایف
فقط راجع به مباحث امروز صحبت بکنیم اگه ممکنه، اگر نه براتون امکانش نیست من عذرخواهی میکنم، ولی تمرکز من به هم میخوره توی کامنت ها وقتی پیام های دیگه بیاد، خیلی عذرخواهی میکنم. خب احتمالا تازه به جمع ما پیوستین چون بحث تمرین تثبیت رو قبلا توضیح دادم. آمادگی داشته باشم برای یادگیری دروس جدید. به من منبع معرفی کنید، بگید که یا تحقیقتون رو به من نشون بدید که فلان جا ما این کار رو کردیم و اثرش رو دیدیم. به من نشون بدید اینا رو، من میپذیرم. هر کس تونست در واقع این مطالب رو برای من ارسال بکنه، اینا درون نگریه، اینا همه درون نگریه، چون مرور باعث میشه مطالب توی ذهن دانشجو تثبیت بشه. اینو کجا؟ اینا درون نگریه دیگه، برمیگردیم تو ذهن خودمون چیکار کنیم. آره اینطوریه، دلیلش اینه. اینا علمی نیست هیچ کدوم. فکر کنم توضیحات کافی دادم و احتمالاً تازه اومدید در لایو، شاید از اولش نبودید چون من توضیحات کامل راجبش دادم، یعنی راجب درون نگری کامل صحبت کردم. هیچ کدوم از اینها نمیتونه دلیل باشه برای من، علمی نمیتونه باشه، دلیل میتونه باشه، علمی نیست، یه دلیل غیر علمیه. میدونید؟ یعنی خیلی وقتا هم اینطوریه که شما ممکن دلیل غیر علمی رو بپذیرید، کاری ندارم، فرق بین دلیل علمی و دلیل غیر علمی رو بدونید. علمی بودن یعنی همون چیزی که من گفتم، یعنی یا خودت یک تحقیق انجام دادی میاری نشون میدی، میگی آقا ببین من 2 سال پیش دانش آموزامو اینجوری پیش بردم، این شکل اتفاق افتاد، سال گذشته این کار کردم، این شکل اتفاق افتاد. وقتی این کارو بکنی میتونیم بشینیم صحبت کنیم. یا تحقیق کسی دیگه ای رو ببین این کارو کرده، فلان جا این کار رو انجام داده، میتونیم. خب الان تو ادامه میخوام توضیح بدم. آزوول گفته پیش نیازها میتونه، آفرین باریکالا، تحقیقات آزوول رو برام بفرستین. خیلی خوب شد که گفتین، خیلی خوب شد که گفتین. حاصل تجربه اینا همه هم میتونیم اینا رو بگیم دیگه، یعنی همه میتونیم این صحبت ها رو بکنیم. منم میتونم بگم خب به تجربه من این کار اثر نداشته، بعد بشینیم همینجوری با هم دیگه تا صبح من بگم که این کار اثر نداشته، شما بگی این کار اثر داشته. ببینید من فکر میکنم توضیحات کافی دادم و اون عزیزانی که بعد متوجه میشدن متوجه شدن که این چیزایی که در ادامه هم باز دوباره بگیم همشون علمی نیست. یعنی من میگم این علمی نیست، یه دلیل دیگه بیاره، باز اونم درون نگریه، فرقی نکرد، یعنی ماجرا بهتر نشد، بازم شما دارید از درون نگری باز استفاده میکنید تو این قضیه. یعنی من مثلا تو این بحثا چون زیاد برای من پیش میاد اینطوری، من سوال میپرسم، میگم چرا این تکلیفو دادی، یه دلیل میاره، میگم خب از کجا اینو فهمیدی، میبینه این دلیلش خیلی دلیلی نیستش که بتونه پشتش وایسه، یه دلیل دیگه میاره. خب بازم اون هم همینه، فرقی نکرده، یعنی اتفاقا خالی کردن پشت سر اون دلیل رفتن دنبال یه دلیل دیگه، این دقیقا نشون میده که اصلا ادامهش من نباید بیام، چون شما همین دلیل اولی که آوردی رو پشتش هیچ علمی نداشتی، بعدیاش از کجا معلوم پشتش علمی باشه. من فکر کنم توضیحات کافی رو دادم راجع به این موضوع و بریم سراغ این که چطوری علمی باشیم. خب معلم علمی بودن چجوریه؟ علمی بودن گفتم یعنی از روشش باید استفاده کنید. خدا رو شکر تو کتاب علوممونم همه اینا نوشته شده، با یک نگاه کردن به محتوای کتاب علوم، حالا لااقل از پایه 4 به بعد، یعنی معلم اول و سوم اگه دوست داشتن بدونن کتاب 4, 5, 6 نگاه بکنن، مستقیم گفته نشده، تو کتاب راهنمای معلمش مفصل گفته شده. یا سرچ کن بذار آقا روش علمی چیه، و اگر که فکر میکنید که این چیزایی که میگید درسته، این دلایلی که دارید میسازید برای اینکه مرور کنن بچه‌ها درسته و من دارم اشتباه میکنم، لااقل برید نمودار ابینگ هاوس رو متوجه بشین چیه، بدونید فرق بین دانش و مهارتی که داریم به بچه آموزش میدیم چیه، و بدونید که تو دبستان ما داریم دانش بیشتر آموزش میدیم یا مهارت بیشتر داریم آموزش میدیم، و بعدش بیاید به من بگید لااقل اینا رو بدونید، بعدش بیاید بگید آره تابستون مرور میکنه برای اینکه سال تحصیلی رو بهتر شروع بکنه. اینا شاید خودتون رو قانع بکنه ولی علمی نیست. خب از روش علمی استفاده کنیم. چجوری؟ اینا چیزاییه که به من میگید، استاد فلانی گفته در کتاب، یعنی بعد از اینکه تازه میخواین خیلی علمیش بکنیم اینا رو میشنویم. یعنی شما خودتون اگر که با همکارتون راجع به این موضوع صحبت کنید، خیلی دیگه بهش فشار بیارید، از درون نگری خارجش کنید، میره سراغ اینا، استاد فلانی گفته، در کتاب فلان نوشته، اولیا از معلم میخوان،
ببخشید اولیا ازم میخوان و مدیر مدرسه ازم میخواد. اینا همشون رده. ببین همکار گرامی، میدونم که خیلی چیزها رو افراد دیگه ای ازت میخوان. بعد دایرکت به من، بعد لایف دایرکت میدی به من که خب وقتی مدیرم از من میخواد من چیکار کنم، من نمیتونم سرپیچی کنم. قبول دارم، من نمیگم سرپیچی کن یا نمیدونم سرکشی کن و اینا، اینا رو من راهکارشو قبلا دادم که در مقابل اینکه این اتفاقات میفته تو چیکار باید بود. تو نقش مشاور رو داری اونجا. مدیر عزیز ببین، به نظر من این کار اینجوری این شکلی توضیح بده، بر مشاوره بده بهش. قبول کرد که قبول نکرد دیگه ما مصلح نیستیم. اینو قبلا تو دوره معلم کافی من مفصل توضیح دادم براتون. اما بدون، لااقل بدون، آقا کار غیر علمی انجام بده اشکال نداره، من دارم میگم دیگه، ولی بدون داری کار غیر علمی انجام میدی، خودت رو گول نزن. من دارم اینو میگم، امسال همینو بفهمیم کافیه. لااقل یه سال تحقیق کن، یه سال علمی کار کن، نتایج علمی کار کردن تو سال بعد استفاده کن. اینو دارم میگم. این تأثیر رو من به خاطر چی اینو الان این دوره رو الان گذاشتم وسط سال تحصیلی نذاشتم؟ چون به من نگید که وای کاش زودتر به ما اینا رو میگفتی. اینا تماما چالشایی بود که توی 12 سال گذشته من خودم بهش برخوردم و هیچ وقت به من اینو، و خیلی سخت من به اینا رسیدم، خیلی سخت به این اطلاعات دست پیدا کردم. موقعی که من اصلا نمیدونستم فرق بین ساینس و علم چیه، اینا اصلا اشتباه بود، اینا خیلی چیزها رو به من اشتباه گفته بودن. حالا الان میتونیم با اینها یه کمکی به خودمون، جامعه آموزش بکنیم و دنیا رو جای بهتری کنیم برای زندگی کردن. ما واقعا برای این اینجاییم، وگرنه که میتونستیم هر کدوم از ما یه شغل دیگه‌ای داشته باشیم، شاید درآمدمون هم بهتر بود. ما انتخاب کردیم دنیا رو به جای بهتر برای زندگی کردن تبدیل کنیم و انسان‌ها رو به افراد توانمندتری و خودمون هم لذت ببریم و اول از همه خودمون لذت ببریم از کار کردنمون. اگه هدفت این نیست، اگه رسالتت این نیست، یه بار دیگه بشین فکر کن با خودت. این از این. خب روش علمی، این چیزیه که توی کتاب علوممون دیدیم، از بچه‌ها هم میپرسیم. متاسفانه معلمای علوم پنجم ششم اینا از بچه‌ها میپرسن مراحل روش علمی رو. آقا اون بچه اصلا نمیفهمه این مراحل روش علمی چیه. شما خودت انجام نمیدی، خودت اقدام نکردی بهش، بعد میری از بچه میپرسی مراحل روش علمی چیه؟ نپرسیدا. اینا حالا تو جلسه بعدی که راجع به علوم میخوایم صحبت کنیم بهتون میگم. خب اینا رو ببینید مراحلشو. مرحله اولشون مشاهده است. من نگاه میکنم میبینم که خب اینجور تکالیفی که به بچه دارم میدم، اینجور کارهایی که دارم با بچه ها میکنم، یه اتفاقی داره تو کلاس میفته. بعضی ها دست خطشون داره بهتر میشه و بعضی ها دست خطشون داره بدتر میشه. به طور مثال میزن، سوال برام به وجود میاد، آیا این تمرینایی که دارم به بچه ها میدم روی دست خطشون تأثیر داره یا نه؟ بعد میام فرضیه سازی میکنم، میگم آره تأثیر داره، من این تمرین رو میدم دست خطشون رو بهتر میکنه، و آزمایش میکنم. آزمایشی که انجام دادم و نتیجهش رو به دست آوردم میتونم نظریه بدم. یه مثال بزنم، حتی امروز هم این مثال چند بار زدم و همکارانم میگم. همین الان ابتدای لایف من گفتم بنویسید، لطفا بنویسید تا بهتر یاد بگیرید. اینم مخصوص شماست بزرگسالان. اینو به بچه‌ها که بگیم مثلا بنویسید، چی رو بنویسه که بهتر یاد بگیره؟ اون یادگیری مهارت آموزی نیاز داره. شما رو نگرشتون من دارم الان کار میکنم، پس همینو بر ندار برو تو کلاس به بچه‌ها بگو. خب حالا من میگم که هر کسی که مینویسه دقت کردم بهتر یاد میگیره. خب آقای ایکس، خانم ایگرگ من نگاه کردم نوشتن و بهتر یاد گرفتم، خانم زد و آقای وای مثلا آقای مثلا ام بهتر یاد نگرفتن چون ننوشتن. سوال برام به وجود میاد، پس نوشتن در یادگیری کمک میکنه؟ فرضیه سازی میکنم، آره کمک میکنه، و بررسی میکنم برای همه افرادی که توی این لایف هستن، حالا 100 خورده‌ای نفر توی این لایف هستن، مثلا بررسی میکنم، میگم بعد از این لایف من یه سوال میپرسم، اونایی که نوشتن بزنن بله، اونایی که ننوشتن بزنن خیر، و بعد یه سوال دیگه میپرسم.
که محتوای این داره. بعد نگاه میکنم اینا اونایی که زدن بله جواب اون سوال درست دادن، اونایی که زدن نه جواب سوال اشتباه دادن. پس نتیجه میگیرم کسی که مینویسه بهتر یاد میگیره. خب پس نظری است، آیا بستش بدم؟ اینجا مهمه. آیا بگم پس هر کسی که تو این لایو شرکت کرد و نوشت بهتر یاد گرفت؟ نه، باید شک کنم، باید شک کنم به ماجرا. ببین اینجا رو، ببین اگر که علمی بودی الان، ببین این چیزایی که من دارم میگم متد علمیه. حالا الان پاسخهایی که آخر سر بحث مرور بود و دادید، الان میتونید با اینو خودتون بذارید کنار، هم خودتون درک کنید اینا رو دیگه. شک میکنم؟ نه، شاید اون کسانی که نوشتن کسانی بودن که خب علاقمند بودن به این موضوع یاد گرفتن. شاید نوشتنه تأثیر نداشته، شاید علاقمندیه تأثیر داشته. دوباره مجدد باید فرضیه سازی، آزمایش و نظریه بدن. و میبینم نه، مثلا اونایی هم که علاقمند بودن ولی ننوشتن رو یاد نگرفتن، پس نه همون نوشتنه بود. و بعد بستش میدم قسمت سبز رنگ. چقدر تحقیقات علمی توی این زمینه طی این چند سالی که کار کردیم انجام دادیم؟ یعنی اگر که یک معلمی که 30 سال کار میکنه تو آموزش پرورش، سالی یه دونه از این تحقیقات انجام بده، میدونستین آموزش پرورش چقدر تکون میخورد؟ نه 5 دونه تو کل 30 سال کار کردنش، 5 دونه تحقیق اینجوری انجام بده. ولی ما میشنیم دوره هم یا چیزایی که بعد من میگم که حالا سوالایی که میپرسم، میگم چرا این کارو میکنیم؟ تو دوره فلانی شرکت کردم اینجوری گفت. مثلا ازش پرسیدی چرا اینطوری گفت؟ نه اون استاد، اون بهتر میدونه یا ما؟ همون صحبتی که تو دانشگاه شده بود. میخواین اینجوری بهتون بگم که در علم، اینجوری بگم خیالتون راحت کنم، تو علم نه یوسفی مهمه، نه استاد فلانی مهمه، نه حتی کسی مثل انیشتین مهمه. تو علم هیچ کس مهم نیست. تو علم تحقیق مهمه، داده های علمی مهمه، چیزی که ما بر اساس پژوهش به دستش آوردیم. یه عالمه مدرسه هست که پژوهش رو به بچه ها یاد میدن، زنگ پژوهش. بعد ما میریم داخل زنگ پژوهش، میریم اصلا خبری از پژوهش نیست. دور هم دیگه خوش میگذرن، اسمش هم گذاشتن زنگ پژوهش. یا مثلا اسم گذاشتن مدارس ای بی مثلا. بعد من میرم میگم ببخشید این ای بی چیه؟ بر اساس این روی کرد کار میکنه. میگم خب ببخش، این روی کردی که شما گفتی از کجا اومده؟ تامش دیگه نمیتونه جواب بده. یه اسمی شنیدن، یه چیزی آوردن، یه اسمی از مونتسوری شنیدن. و ما میگیم مدارس مونتسوریه، ولی نمیدونیم بچه وقتی فوش میده تو کلاس معنیش چیه. ما میگیم مدارس مونتسوریه، ولی نمیدونیم وقتی بچه میره رو میز وای میسه معنیش چیه. پس چجوری مدعیم که مونتسوری داریم تو دوره اول دبستان اجرا میکنیم؟ اینا چیزاییه که باید بهش دقت بکنید به عنوان یک معلم. خب و تن ندادن به چیزهایی که هیچ چرایی دقیقی براش وجود نداره. من تن نمیدم واقعیتش، و اگرم این کارو بکنم که دیگه جدیدن خیلی وقته دیگه این کارو نمیکنم، میگم باشه ببین این کارو انجام میدم ولی بدون غیر علمیه، بدون اشتباهه، این یک بار رو انجام میدم، بدون داریم ظلم میکنیم، بدون داریم در حق بچهای مملکت اشتباه میکنیم و دودش آخر سر تو چش من میره و تو چش اون بچه. این از این. خب بریم سراغ درس فارسی. من بیشتر از نیم ساعت مجبور شدم صحبت کنم. بریم سراغ درس فارسی. هدف از آموزش درس فارسی چی بود؟ من کامنت ها رو یه چند لحظه باز بذارم و اینم بگم خدمتون، اگر که وقتی سوالی چیزی پیش اومده و قطع وصلی چیزی پیش اومده بفهمم. بریم سراغ درس فارسی. میخواییم تو فارسی چی کار بکنیم؟ تقویت 4 تا مهارت اساسی رو میخواستیم اتفاق بیفته برام. این 4 تا مهارت به صورت کلی. خب یعنی من یه نفر به من پیام داد که چجوری میخوای صفحه به صفحه کتاب درسی رو دیگه، نظر من راجع به صفحه به صفحه و تحلیل محتوا و این چیزا میدونید واقعا چیه؟ من واقعا هیچ وقت نمیان تحلیل محتوای کتاب درسی انجام بدم. اگر هم خواستین بدون چرا این کار رو نمی کنم، واقعیتش اینه که رفتم بررسی کردم کشورهای دیگه، ببینم اونا هم این کار رو می کنن، هرچند که خیلی هاشون کتاب درسی و این چیزا اصلا هیچی، خیلی جلوتر از ما هم رفتم. اونا مثلا تو کشورهای دیگه هم این کار رو می کنن.
که مثلا یه کتاب تألیف کنن، بعد میگن همه معلمای فنلاندی بیان بشینین، میخوایم زبان آموزی فنلاندی رو بهتون یاد بدیم، چجوری برید به بچه ها یاد بدید. بعد فهمیدم که خب چه اشتباهیه و هیچ وقت نمیرم سمتش. خدا رو شکر که هیچ وقت چنین دوره‌ای برگزار نکردم و برگزار نمی‌کنم. الانم راجع به ابزار با شما نمیخوام صحبت بکنم. ابزار یعنی چی؟ خب خدا رو شکر وصله. ابزار یعنی چی؟ ابزار یعنی کتاب درسی. من هیچ وقت نمیرم انقدر دقیق رو ابزار با شما صحبت بکنم، هیچ وقت. یک آدم عاقل برای اینکه معلم ها رو آموزش بده نمیره رو ابزار با اب، مثل این میمونه که به مکانیک بخوای بگی که ببین این آچاره، این پیشگوشتیه، دوباره این آچاره، این پیشگوشتیه، میگی ببین اون پیچه، اینم ابزارته بابا، برو ببین کد با کدومش رو میتونی باز کنی. مشکل اون پیچه است، مشکل اینا نیستش که هی من اینا رو به تو آموزش بدم، که اینا ابزاره، تو میفهمی اینا رو. ما مشکلمون اینه. تحلیل محتوای کتاب درسی چیه؟ ما هنوز نمیدونیم، ذهنمون نمیدونه اصلا فارسی رو برای چی داریم به بچه‌ها یاد میدیم، بعد صفحه به صفحه کتاب فارسی رو چجوری یاد بدیم. ما هنوز تو چرایی موندیم، رفتیم سراغ چگونگی. موضوع اینه که معلم‌های ما متاسفانه خودشون هم اجازه فرصت فکر کردن به خودشون نمیدن. این فرصت از خودشون میگیرن که آه یه بار بذار بشینم تبرم رو تیز کنم، یعنی چی من دارم این کار رو با خودم میکنم، ذهنم رو دارم میبندم. من یک مدرک از این دوره ها ندارم، یک مدرک، یعنی یه دونه مدرک از این دوره ها بگی من رفته باشم دوره شرکت کرده باشم، که مثلا یه همچین دوره های شرکت نکردم. همه یه چیزهایی که من از این در واقع آموزش توی دبستان متوجه شدم، همه چیز حاصل تحقیق بوده. میتونم بگم هر چی که لااقل الان دارم به شما میگم، شاید 5 سال پیش 6 سال پیش یه چیز دیگه میگفتم، ولی الان هر چیزی میگم حاصل تحقیقه. و تو میتونی منو زیر سوال ببری، حق توئه که منو زیر سوال ببری. آقا چرا داری میگی با بچه‌ها باید اونطوری رفت؟ بعد حق توئه. و تو علم انیشتین رو یه بچه دبستانی باید زیر سوال ببره، شک باید بکنیم به این موضوع. و مشکل شما اینه که، یعنی مشکل ما، شما که میگم معلم، منم هستم قاعد، مشکل ما اینه که این شک و تردید و سالها پیش از دست دادیم توی علم و دیگه شک نمی کنیم. برگردیم تو فارسی که میخوام بهتون بگم که اون 4 تا مهارت که گوش دادن و سخن گفتن و خواندن و نوشتن بود قرار بود به کجا برسه و ما درگیر آموزش فارسی شدیم چی تو پایه 5 متمم به بچه‌ها یاد بدیم، مثلا انواع حروف ربط به بچه ها یاد بدیم. فایدهش چیه؟ یه بار فکر کن تو رو خدا، یه بار فکر کن ما چرا باید به بچه ها متمم آموزش بدیم. مرحله بعدی اینه، تو کتاب گفته. چرا بر خودت اصلا، مگه این کتاب چیه؟ کتاب درسیه دیگه. بعد مرحله بعدی میدونم همه جواباتون رو حفظم، یه سری کارشناس نوشتن، برو سراغ اون کارشناس بگو چرا اینو نوشتین. من رفتم باشون صحبت کردم، به چراییام نرسیدم. من نشستم همینجوری بگم کتاب غلطه. هیچ وقتم انقدر به شما راجع به کتاب نقد نمی کنم، میگم این فکت جامعه ماست، بریم جلو، این واقعیت جامعه ما این کتاب است. ولی اینو من ابزارش میکنم برای اینکه به هدفم برسم. هدف من یه چیز دیگه است. هدف من چیه؟ گوش دادن بچه‌ها، بچه‌ها بتونن خوب گوش کنن. آیا کتاب درسی به من کمک میکنه؟ استفاده میکنم، عالیه، نمیگم بندازش دور. چه جوری؟ دقت کنه تو پیام ها. بچه هایی که ما معتقدیم فارسی رو خیلی خوب بلدن، چطور تو پایه 6 سر کلاس من یه جمله میگفتم که مثلا بچه ها یه زحمت بکشید یه کاغذ قلم در بیارید، 30 ثانیه بعد آقا چیکار کنیم؟ چی؟ آقا مداد باشه یا خودکار؟ آقا کاغذ قلم در بیارید، پیام رو باید بفهم. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بنویسیم. یعنی متوجه نمیشدن. اینا چیزایی که من سر کلاس ها میدیدم. پیام های مختلف رو که وقتی بهش میدی بتونه ارتباط بین اینا برقرار کنه، مثل یک زنجیر اینا رو بیاد به هم وصل کنه، یک مجموعه پیام درک کنه. وقتی میشینی براش داستان تعریف میکنی، بعد 5 دقیقه اول داستان یادش نره، متوجه بشه، درک کنه اینا رو.
و بتونه اینا رو مثل یک زنجیر به هم وصل کنه و یک پیام کلی بگیره از شما. پس هدفهای ما تو گوش دادن رو نگاه کن ببین چیه، اظهار نظر کنه راجب چیزی که شنید، بتونه حرف بزنه. یه داستان صوتی میذاریم سر کلاس، بعد میگیم بچه ها نظرتون رو بگید، هم دیگر نگاه میکنن. بعد انقدر وایسی تا یخ بچه ها وا بشه، دو نفر حرف بزنن، از حرف همدیگه یه چیزایی بفهمن، یه چیزایی بگن. اینی که میگم کلیت نیست، اکثریته، همه نه، اکثریت. یه سری از معلم ها خب در واقع اون این چیزایی که راجع به این جلسه داریم راجع صحبت میکنیم و میدونن و عملی میکنن. مرحله بعدی سخن گفتن. ببین من هیچ جا ببین اینا تو اینا دارم میگم متمم یاد بده به بچه ها، دارم میگم هم خانواده رو تو پایه سوم ببر بنویس، هم خانواده کلمات زیر را بنویسید، به چه درد میخوره، تو کدومی که از این هدف ها گنجونده شده، بهش فکر کن. این چیزایی که دارم اینا هم اگر خواستین منابعشون هم بهتون میگم. این خود سایت دفتر تألیف، یعنی من رفتم گفتم باشه آقا جون تو مگه نمیگی هدفت اینه، سایت دفتر تألیف، میگم هدف اینه دیگه، باشه منم رفتم ایرانیزش کردم، از جای دیگه هم اطلاعات جمع کردم ایرانیزش کردم آوردم گذاشتم اینجا. گفتم خیلی هم خوبه، آره بچه‌ها با توجه کتابای دیگه هم خوندم، مثلا کتاب آموزش خلاق در دبستان که یک کتاب آمریکاییه، نمیگم الان شما برید بخون چون یک کتاب دو جلدی و خیلی سنگینه و ترجمه بدی هم داشت، حالا اگه دوست داشتید میتونید بخونید، ولی الزام نمیبینم، من دارم اون چیزایی که لازمه رو بهتون میگم. اینا رو همه رو گذاشتم کنارم، دیدم آره خیلی هم عالیه، بعضی از اهدافشون خیلی هم خوبه و باید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه توی 12 سالگی ما یه سری انتظارات از کودک داریم، تو 18 سالگی یه سری انتظارات دیگه از کودک داریم. خب اینا اوکی، اینا باید یه سری اتفاقات طی زمان برای بچه‌ها به مرور بیفته. خب سخن گفتن، فکر کنه قبل اینکه حرف بزنه، توانایی برقرار ارتباط کلامی مناسب. من اون موقعی که برمیگردم میگم یه بچه‌ای فوش میده سر کلاس، حرف زشت میده سر کلاس، چی فکر میکنی؟ چی باید فکر کنی؟ آقا بچه مهارت ارتباطی نداره، این بچه باید بدوی سراغش، توجه کنی ببینی چرا نمیتونه با من ارتباط بگیره. ارتباط گرفتش معنیش نیست تو بدش میاد، این بلد نیست ارتباط بگیره، برو سراغش. مثل کودک که گریه میکنه نمیتونه ارتباط بگیره، نمیتونه حرف بزنه باهات، چون ارتباط نمیتونه باهات بگیره داره گریه میکنه، میدوی سمتش ببینی چیه، گشنشه، دلش درد میکنه چیه. حالا شما هم این اون بچه هم نمیتونه ارتباط بگیره، باید بری سمتش. من فکر میکنم که در یک خانواده بسیار بدی بزرگ شده که داره توهین میکنه به معلمش، از کجا فهمیدی اینو؟ بیا من دانش آموز بهت نشون بدم، پدر و مادر بسیار مؤدب و توی خونه هیچ گونه حرف بدی نمیتونن به هم دیگه بزنن، اینقدر اینا با شخصه، ولی پسر فوش رکیک میده. چجوری فهمیدید که خانواده شو، از کجا فهمیدید؟ میدون چقدر به من پیام دادید راجب این که از خانواده شه، میدونید چقدر اومد؟ شاید 20 نفر حداقل اینجوری نوشته بودن که این موضوع از خانواده، ریشش در خانواده شه. از کجا فهمیدید؟ این بچه نمیتونه ارتباط بگیره با تو، نمیتونه ارتباط بگیره با دوستش که داره بهش فوش میده. تمام شد، برو باش ارتباط، برو باش حرف بزن، راه ارتباط گرفتن رو بهش یاد بده، موضوع اینه. تمام شد. بس نوزاد نمیتونیم یاد بدیم، به بچه 7 ساله میتونیم یاد بدیم که. و سخن گفتن در جمع و بحث ها. میگم چرا فلانی تو بحث ها شرکت، اون همون جوریه، گوشه گیره. بعد میگی فارسی رو بهش یاد دادم. اینا چیزاییه که مرجع سواله، باید بپرسی از خودت و من همینقدر صریح باید بهت بگم تا یه چرایی در ذهنت به وجود بیاد. خواندن، رسیدیم به بحث جذاب خواندن نوشتن که اکثر تکالیف اینجاست، مخصوصا تو بحث نوشتن. بلند و یا بی صدا خواندن. بعد میگم آقا چرا صامت خوانی میدی؟ برای اینکه بچه ها بتونن تفکر کنن. میگم چرا بلند نمیگی بخونن؟ مثلا میگه نه اون تفکر نمیه، اون پردازش مغزشون دلیل میسازه برام، اونجوریه که فقط سعی میکنه بلند بخونه آروم. هر موقع میرفتم سر کلاس یه معلم خاص فارسی، همیشه بچه‌هاش داشتن صامت خوانی، میگم چرا نمیگی بلند بخونن؟ مثلا بگو یکیشون بلند بخونه، حالا ادامهش یکی دیگه بخونه، بقیه اصلا کتاب داستان بیاره بخونه، حالا کتاب فارسی نه، کتاب داستانشون رو بیارن بخونن. چرا اینجوریه؟ نه بچه‌ها، آ این بچه بعد پس فردا
یه نفر بهش نمیگه که یه چیزی بلند بخون، مثلا بر منم بخون من بفهمم. این تو زندگیش به هیچ جا به اون نقطه بر نمیخوره و بعد خجالت میکشه تو جمع بخونه. به اینجاش فکر نکردید؟ اینا چیزاییه که من بهش برخوردم. خب فهمیدن پیام متن مطلب بسیار مهمیه که از اواخر پایه اول دبستان به بعد ما انتظار داریم این اتفاق بیفته. و بعد قسمت درست و نادرست درک مطلب کتاب فارسی رو بهتون بگم چیکار میکنید. شما که البته من که میگم نظرم رو گفتم راجع به کتاب، ولی شما چون در واقع از این کتاب ها به هر حال فکت دیگه میگم باید استفاده بکنیم، لااقل میدونید درست و نادرست درک مطلب رو چیکار باید بکنیم. من میدونید لااقل میتونم بگم نصف کتابای بچه های ایران رو اگر نگاه بکنیم قسمت درست و نادرست و درک مطلب رو بچه ها می نویسن. بعد کتابای یک کلاس رو میگیرم نگاه میکنم، اینم همشون اینه هم نوشتن. همه مثلا قسمت درک مطلب یه سوال پرسیده، همه بچه های کلاس یه جواب نوشتن. بعد از معلم میگم چرا اینجوری؟ میگه خب یه نفر همشون نظراتشون رو خوندن انصافا، ولی به هر حال یه جنبندی کردیم و بهترین نظر رو نوشتیم. میگم چرا آخه این کارو کردی؟ اون بچه باید اونجا هر جوابی که خودش فکر میکنه درسته رو بنویسه، اصلا به غلط بنویسه، ولی اون اینو فهمیده، تو چرا داری مجبورش میکنی یه چی دیگه بفهمه؟ خیلی همون این کار کردیم، زیرش نزنید. خیلی همون تو اون بخش در واقع بچه ها اومدن، نه اینم غلطه که خانداری نباید بنویسن، یه بخشایی داره که باید بنویسن. ببین یه چیزی شنیدیم، باز دوباره خانداری یه بخشش نوشتنیه، باید به کتاب نگاه کنی، بخشش اصلا جای خالی گذاشته، اون یه جدول داده مثلا باید پر کنه، نه اونجوری نیست. ولی درست و نادرست درک مطلب اصلا نباید چیزی بنویسن. بچه‌ها فکر کنن هرچی فهمیدن رو بگن. چرا ما مجبورشون میکنیم یه چیز خاص بنویسن؟ این از این. آفرین، دقیقا باید صحبت کنن. بهترین نظر وجود نداره. آفرین، چقدر خوب. نظر دانش آموز مهمه، حالا غلط یا درست، اون لحظه باید احساس کنه ما به نظرش اهمیت دادیم. حالا به مرور اون درک مطلبش رو تو باید تقویت کنی. اون متن میخونه و وقتی جوابش رو میگه متوجه میشه متوجه نشده، اصل ماجرا متوجه نشده. پس موضوعی نیست که دوباره یه بار دیگه هی اینو بخونه تا بفهم. موضوع اینه که این باید اصلا ساعت مطالعهشو افزایش بده. این احتمالا این بچه ایه که شاید باید بذاریم، احتمالا ببین قطعی نمیگم، احتمالا بچه ایه که باید وقت بذاریم برای اینکه مطالب بیشتری رو مطالعه بکنه. این از این. خب تو درست و نادرست اگر اشتباه پاسخ داده باشه بر اساس متن کتاب نباید اصلاح کرد؟ نه اصلا نباید اصلاح کنه، باید دوباره فکر کنه. اگر هم میخوای مثلا چیزی بهش بگی، میتونی بهش بگی میخوای یه بار دیگه بخونی، سوال بپرس ازش. یعنی به نظرت اینطوریه؟ میتونی ازش سوال بپرسی، نباید مستقیم بهش بگی غلطه. چرا باید بگی غلطه؟ اون نظر خودشو داده، آخرش هم اگه قانع نشد باید بذاری همونجوری فکر کنه. ما فکر میکنیم اصلا کی، ببین کی به ما گفته ما همه چی رو باید درست کنیم؟ مشکل اینه. تو دوره معلم کافی من مفصل اینا رو گفتم، فکر میکنم خیلی دوره معلم کافی رو شرکت نکردن. ما فکر میکنیم همه چی رو باید درست کنیم، یعنی فکر میکنیم که بچه ها باید 20 دانش آموز به ما تحویل دادن، 20 دانشمند آخر سال تحویل بدیم، همه چی رو باید فهمیده باشن. اینو که دیگه من میتونم مستند بدم، من با خود مؤلف کتاب درسی صحبت کردم، خود مؤلف کتاب درسی اذعان میکنه این موضوع که آقا کتاب ریاضی رو قرار نیست همه بچه‌ها جواب سوالا رو درست بدن و قرار نیست همه بنویسن. من تو دوره معلم کافی اینم گفتم، میبینم توی مدرسه کتابای ریاضی رو مثلا یه نفر جمع میکنه میبره بیرون کلاس چک کنه ببینه درست جواب دادن یا نه، اگر اشتباه جواب دادن دورش خط بکشیم برگردونیم معلم دوباره اون سوالو حل کنه. یه بار فکر کردید چرا به چه دردی میخوره آخه این کار؟ یه بار دیگه اون سوال حل کنه، مثلا بچه ها مثلا اون سوال حل کنه الگوریتمش رو یاد بگیره، دور من یه سوال دیگه دوباره بهش میدم نمیتونه حل کنه، فرقی نداره که. ما نقش اینا رو کلا فراموش کردیم. ببین نیستین اول لایو، نیستین اولیا میخوان، متاسفانه اول لایو نیستین،
از اول لایو بیاین ببینید آزمون های پرز مورد تایید منه برای درک مطلب. آزمون برای تمرین درک مطلب نه، طبیعتا نه. آزمون تمرین نمیتونه باشه که، طبیعیه که. ببین فکر کنید پرز رو برید، تیمز و پرز رو برید نگاه بکنید چیه. تیمز و پرز مطالعات تحقیقاتی بود، تبدیل شد به یک بازار درآمدزایی توسط انتشارات ها و خیلی از مدارس هم گولش رو خوردن. تیمز و پرز مطالعات بود، یعنی مثلا الان فکر کردید مثلا میگم توی یه کشوری دیگه مثل سوئد مثلا یه مؤسسه ای داره از بچه ها هر ماه آزمون تیمز میگیره، واقعا یه بار به اینا فکر کردید که یک مؤسسه ای تو ایران هر ماه از بچه ها آزمون تیمز میگیره، آزمون پرز میگیره مثلا، بعد کتابچه میدیم به بچه ها؟ فکر کنید به اینها، خیلی چیزای راحتی. یعنی باید یک کم فکر کنیم، هر سال یکی از اینا رو ما بفهمیم به نظر من خیلی به حال خوب ما برای کار کردن کمک کنه. یه سری از حال یک سری من نمیتونم الان بازش کنم چون 5 دقیقه بیشتر فرصت ندیم. یه بخش عمده ای از حال بد معلمین برای همین چیزهایی که خودشون نمیدونن چرا دارن انجام میدن. من کتاباشو قبلا معرفی کردم، ایشالله یه روزی یک لایف میذارم راجع به همین موضوع که اصلا چرا خیلی از معلم ها انگیزه ندارن برای کار کردن، یا انگیزه هاشون رو در میانه سال از دست میدن، یا همین الان میخواد سال تحصیل رو شروع کنه انگیزه نداره. یه بخشش رو دو دوره معلم کافی گفتم، یه بخشش ایشالله یه روزی یه لایف میذارم مفصل اونجا توضیح میدم. یه بخشش همین هاست. شما یه عالمه کار انجام میدید چرایشو نمیدونید، به خاطر همین حالتون بد میشه گاهی اوقات. این ساختار مغز شماست که این آلارم رو میده، بهت آلارم تو زمیر ناخودآگاهت اینو میده به شما و شما دچار بی‌انگیزه میشی و نمیفهمیش. من دارم بهت میگم اینو مراقبش باش. یه لایوی گذاشتم اگه یادتون باشه 18 تیر بود فکر میکنم، باز استناد میکنیم به همون لایف، 5 به علاوه 1 دانستنی. خیلی از سوالایی که میپرسید الان من تو برنامه‌های قبلی جواب دادم. 5 به علاوه 1 دانستنی شغلی تو آی جی تی وی پیجم هست، برید نگاه بکنید. اولین دانستنی جبر بود، برید نگاه کنید دقیقا متوجه میشین چرا من انقدر رو اینا تاکید دارم. چرایی رو پیدا بکنید برای خیلی از کارهایی که انجام میدید. خب بعدیش ارتباط دادن قسمت‌های مختلف پیام. آقا یک کتاب 10 صفحه‌ای میخونه، قسمت اولش اینو گفت، قسمت آخر. در مجموع من متوجه شدم این اتفاق افتاد. ما هدفمون این بود، حالا گیر میدیم به این که مثلا بچه ها موقع نوشت مثلا موقع خواندن مثلا یه ویرگول، مثلا اینو چرا سوالی نخوندی؟ اینو باید تعجبی بخونی. من نمیدونه آخرش سوالی آخرش تعجبی، اون تمام تمرکزش میره روی این که فقط اونو سوالی بخونه، اونو تعجبی بخونه، دیگه اصلا یادش میره ماجرا چی بود، اصلا لذت نمیبره اون دیگه از خوندن. یه چیزای ملا لغتی مثلا اینا چیز کردیم که همینا همین نقطه ها رو حفظ کنیم و بچه ها اینجوری باید یاد بگیرن. اصلا نمیخوایم این تابوها رو بشکنیم، یه ذره بیشتر فکر کنیم. کرونا واقعا جدایی از این که خیلی درد داشت برای همه ما، من میدونم، اما واقعا میتونم بگم برای جامعه آموزش یه موهبت بود. نه از نظر اون موهبت هایی که خیلی راجعش حرف میزنن، بالاخره معلم ها تکنولوژی رو یاد گرفتن. تکنولوژی ابزار عزیز من، 10 تا نرم افزار هم یه معلم یاد بگیره اگر اینجا درست ندونه باید از این ابزارا برای چی استفاده کنه به چه درد میخوره. باز میشه همین، میشه همین آچار مکانیکه. آقا این نمیدونه باید چی کار بکنه، حالا تو به جای 2 تا آچار بهش 10 تا آچار بده. موزل ما اینه. نه، کرونا موهبت بود برای اینکه دیوارای مدرسه ها برداشته شد، آموزش شد به وسعت جهان، نه به وسعت یه مدرسه یه کلاس. شما در حد جهانی دیگه آموزش رو میدیدی و برای من که واقعا یک نقطه قوت بود. یعنی شاید هر چقدر توی 5 سال قبل از کرونا یه چیزایی یاد گرفتم، تو همون یه سال گذشته من یک عالمه مطلب یاد گرفتم و این کمک کرد. آقا برن ببین چی کار دارن میکنن. آقا تو لاک دفاعی خودمون نشستیم فکر می‌کنیم خیلی هم کار قشنگی میکنیم. یادگیری معکوس فیلم میدیم بچه‌ها تمرین کنن. راجع به یادگیری معکوس هم لایو گذاشتم، برید لایو یادگیری معکوس رو ببینید. کتاب یادگیری معکوس در دوره ابتدایی رو بخونید، انتشارات تیک. اگه می‌خواید الان یادگیری معکوس رو اجرا کنید برید بخونید. اون چیزایی که ما داریم تو مدرسه اجرا می‌کنیم یادگیری معکوس نیستا،
فیلم تولید میکنیم، تمرین میدیم، همین کلا همین رو فهمیدیم از یادگیری معکوس. بریم اینا رو ببینیم. خب من برم جلوتر، بحث نوشتن آخرین بحثمونه. توانایی انتقال پیام به کمک، من کامنت ها رو باز بذارم چون یک ساعتمون داره تمام میشه، خیالم راحت بشه و قطع نشه. توانایی انتقال پیام به کمک نوشتن، آقا این پیامشو بتونه به من برسونه. حالا گیر میدیم به اینکه نه تشدیدشو باید بذاری، بعد از یه پایه به بعد میگیم نه ببخشید تشدید دیگه غلط املایی نیست. یعنی چی؟ مثلا تو پایه اول گیر میدیم بچه تشدیدو بذاره، بعد از پایه دوم سوم بعد میگیم نه حالا نذاشتی هم نذاشه، بچه میمونه چی کار بکنه؟ بالاخره من تشدید بذارم یا نذارم؟ آقا این داره پیامشو میرسونه یا نه؟ معلمو بدون تشدید مینویسم نمیتونیم بخونیم؟ میتونیم بخونیم، گیر میدیم به این که مثلا این کارو بکن، پیامشو داره میرسونه. هدف اول اینه، ما به این میخوایم برسیم. یه بچه دوم دبستانی چقدر جذاب مینویسه، چقدر قشنگ مینویسه، چون هنوز داغونش نکردیم، هنوز خرابش نکرد. اوایل سال دوم دبستان که داره لذت میبره از اون نوشتنش، چقدر خوب مینویسه، یه دو خطم مینویسه تو لذت میبری، چقدر مختصر توضیح میده. حالا بریم سراغ چی شد. خب بریم سراغ هدف بعدی، استفاده از این ابزار برای احوالات. آقا بچه ها من میگم باید یه بعدن راجع به طراحی سوالم با شما مفصل صحبت کنم، چون که طراحی سوال من یه پست گذاشتم، همه اومدن گفتن چرا اینجا، نه کی گفته باید سوالا حتما اون شکلی باشه. من مفصل باید براتون توضیح بدم که آقا طراحی سوال باید اینجوری باشه، یه بخش اعظم از سوالا باید اینطوری باشه که بچه‌ها بتونن حسشون رو بگن. سوالا باید باز پاسخ باشه، راجع به یه موضوع بچه حسشو بگه، نه اینکه سوالا همه بسته است، همه یه جواب مشخص، همه بچه‌ها کلاس باید به یه جواب برسن. بعد میگم برای چی؟ مرور و تمرین. به هر حال تکرار و تمرین بچه‌ها لازم دارن برای اینکه یاد بگیرن. از کجا فهمیدید اینا رو؟ هیچ علم، میگم علم پشتش نیست، همیناسا. من هرس می‌خورم از بابتش، خاطر اینه خیلی از چیزهایی که ما میگیم هیچ علمی پشتش نیست، اما باید با سوال پرسیدن از شما به نتیجه. الان نمیتونم ازتون سوال بپرسم، صد خورده ای نفرید به علاوه این که جدیدن برداشته، ولی خب من سعی میکنم تمامش کنم دیگه، نهایتا 5 دقیقه دیگه، چون دیگه به هر حال تایم استراحت همه شما عزیزانم هست. برای سوال ها بهتون میگم ببین بچه‌ها باید ببینید. بعد میگه بچه‌ها، یه معلمی به من پیام میده میگه بچه‌ها نوشتن بعدشون میاد. ببخشید شما کجا اجازه میدی بچه‌ها بنویسن که الان خوششون بیاد؟ شما هر جا بچه دوست داره بنویسه محدودش میکنی، بعد یه جایی که دوست نداره بنویسه میخواد بره بازی بکنه، شما میگی نه خلاصه یه کتابی که خوندی رو برای من بنویس. یه مدیری بود بچه‌ها رو میبرد اردو، میگفتش بعد از اینکه از اردو برگشتید هر چی از اردو فهمیدید رو بنویسید. بچهای بدبخت حالشون از اردو به هم میخورد. این کجاش اینه که نوشتن رو بچه‌ها تمرین بکنن؟ بچه‌ها میخوان برن کیف کنن تو اون اردو، لذت ببرن، تفریح کنن، جای نوشتن نیست. بعد برای خودمون یه تعریفاتی هم میکنیم، کیف میکنیم، فکر میکنیم خیلی عالمیم تو این قضیه. نه این یک تمرینیه برای اینکه بچه‌ها نوشتن رو یاد بگیرن. نه آقا شما یه جایی به بچه‌ها اجازه بده راجع به مطلبی که مورد علاقه‌شون هست هر جور دلش میخواد بنویسه، ببین چه متن‌هایی میگیری ازشون، چه دستاوردی داری. غیر اینه خودتون این کارو کردین. مثلا یه جاهایی گفته آقا راجع به عید هر کی دوستاش بنویسه، هر کی دوست نداشت ننویسه، آقا یکی بره از عید لذتشو ببره. بعد بچه‌هایی که خودشون انتخابی رفتن نوشتن چه متن‌های جذابی نوشتن که هیچکدوم از ماها هم نمیتونیم بنویسیم راجعش، میان میخونن برام. اونجاست که استفاده از این ابزار برای بیان احوالاتشون معنی پیدا میکنه. اوکی خب بریم سراغ در مورد تصحیح تکالیف که من مفصل نظر دادم، ولی الان موضوع ما نیست. من حتما قول میدم که توی لایف های بعدی راجعش صحبت کنم، ولی خیلی گفتم و خیلی توضیح دادم، استوریا رو کم دنبال میکنید. خب و نگارش صحیح کلمات و عبارات رو، بله بچه ها باید درست بنویسن، منتها نه اینکه رو تشدید انقدر تاکید بکنی. آره بچه ها باید درست بنویسن، فراغ و مثلا باید درست بنویسن، چون مثلا معنیش منتها آیا نباید به زمان بدیم؟
آیا مدل درست تصحیح این ماجرا رو بلدیم؟ بچه‌ای که اشتباه می‌نویسه بلدیم چجوری باید درستش کنیم؟ من یه راهنماییتون می‌کنم. بیشتر اشکالات املایی و نگارشی بچه‌ها به خاطر سطح پایین مطالعه‌شونه. یعنی بچه‌ها کتاب کم می‌خونن. چون کتاب کم می‌خونن، از نظر بصری خیلی چیزها رو کم می‌بینن. و اونجاست که اشکال، بعد تو هی مدلای مختلف برای اینکه اشکال املایی رو برطرف بکنی رو طراحی میکنی، درست نمیشه. الان بحث تکالیف نیست، اجازه بدید راجع به تکالیف مفصل توی یک دوره دیگه ای صحبت کنیم. الان بحثش نیست، متاسفانه من اگه باز کنم خیلی بحث مفصلی میشه و نمیتونم جمعش کنم، اصلا نمیتونم الان تو 3-4 دقیقه بهتون بگم. این از این. اینم بحث اهداف، امیدوارم که نوشته باشیدش و مثل همیشه براتون آرزو میکنم که علاوه بر زندگیتون، دیگه الان براتون میخوام آرزو کنم که شغلتون هم پر از معنا باشه و لذت ببرید واقعا از کار کردنتون. خیلی ممنون از اینکه تا این موقع شب در کنار من بودید، همراه بودید که با هم آموزش ببینیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایو بعدیمون انشالله سه شنبه ساعت 9 شب راجع به علوم میخوایم صحبت بکنیم، بحث خیلی جذابیه. انشالله میبینمتون. خسته نباشید، شبتون بخیر و خدا نگهدار.